بازگشت به چمپیونز لیگ، رفتن به کورس قهرمانی، نجات یوونتوس کبیر. سلام و درود خدا بر شما باد. داخل این پارت اومدیم پس از درخواست های زیاد شما توی کانال تلگرام که من واسهتون کوشن باکس گذاشتم و گفتم که دوست دارین که نجات کدوم تیمو بریم، پنج شش تیم گذاشتم، شما گفتین یوونتوس رو برو و ما اومدیم که یوونتوس رو بریم و بازگشت مهدی گواردیولا رو در تصویر مشاهده میکنیم. اطلاعات یوونتوس. یوونتوس پس از ناکامی های زیاد توی چمپیونز لیگ و لیگ الان رسیده به سوم جدول خودش، اما همچنان سهمیه چمپیونز لیگ نداره و توی چمپیونز لیگ کاری نتونسته به پیش ببره، به اضافه اینکه کریستیانو رونالدو و کیلینی رو از دست داده. خیلی خب آقا، ترکیب یوونتوس رو داریم مشاهده میکنیم. ترکیب یوونتوس خوبه، بد نیستش، دفاعشون یک مقداری ضعیفه که من نمیدونم چرا این ابلها دارن 3-4-3 بازی میکنن. بریم تو کارش. این شد از ترکیب. خیلی خب، بودجه باشگاه ما اونور 1,000,000 داریم، این ورم 330,000 تا، که یک بودجه تقریبا پایینیه، اما میریم واسه پیدا کردن بازیکن. خیلی خب آقا، ادسوگانا رو میخوام بخرم، با شروع انتقال میخوام بزنم. بعد واسه که اینو بهتون میگم که این ویدیو فقط یه فصل نیست، دو فصل قراره که پیش بریم ببینیم چی میشه. شروع انتقال بدم ببینم که اگر ما بهش مثلا 21 بگیم آقا به شما میدیم، حقوقش چقدر؟ حقوقش نمیتونیم بدیم آقا، مجبورم دیگه آقا، بودجه تیم کمه، من باید قرضی بگیرم. خب درخواست یک سال قرض بیام ببینم. فدریکو والورده رو میتونیم بخریم، 1,700 میدم بهش، دو ساله میخوامت، پول تو 80,000 تا هم من میدم آقا، فقط تو بیام. خب اینو ببینیم چی میگه جوابش. چند ساله تجدید دلم؟ 25 ساله و رو به رشد. خوبه، اینو بگو بیادش، دو ساله ببینم چقدر میگیره، اگه اون نیومد اینو بگیریم. سه روز بعد جواب مذاکرات. والبره گفته نمیام، ادسوگانا گفته شرایط جدید بهتون دادم و آکم گفته مذاکرات ناموفق. ای بابا، حقوق سالیانه گفتی زیاد بدم بهش. آه، حقوق سالیانه که هیچی، بزن دیگه، بزن ادسوگانا بیاد، حداقل بودجه نداریم. آقا رایس 81 که اوورالش شد دی ام اف بازی میکنه، هافبک وسط هم بازی میکنه، 21 ساله است و اینکه رو به رشد بشدت. شروع مذاکرات برای انتقال، ببینم که چقدر میگیری تو. اگه بیای خدای 2,000,000 نمیارزی، خدای 2,000,000 نمیارزی، دو ساله میخوامت، 66 دیگه نمیدونم چه پول نداریم ما، اصلا هزار تایی داریم، برو بابا، اصلا بازیکن نمیشه گرفت اینجوری که، هیچ آقا اصلا بازیکن نمیشه گرفت، 330,000 تومه. خیلی خب آقا، افتتاحیه قسمت اول، اولین بازی با ناپولی، نمیدونم والا تو زمین کیه و کی میزبانه، کی مهمان و چه ساعتی بازی داریم، بهتون میگم. بریم ببینیم که توی مسابقه میگه اولین فصل و اولین مسابقه شما به عنوان مربی اصلا چه حسی دارین، احساس شما در اولین مسابقه خودتون چیه. سه رو بزن، ما آماده مواجهه با همه چی هستیم، میخوام با برد از بازی خارج شم. ما میدونیم که توانایی چیز ناپولی رو داریم و آماده بازی با اونا هستیم. مثلا برای آفرین. خیلی خوب، برو تو رخکن گواردیولا بزن تو سرشون. بعد گواردیولا تو رخکن حضور پیدا میکنه و ناپولی حریف سرسختی، اما این دلیل برای ترسی ازشون نیست. طرفداران امروز همه تلاششون رو میکنن برای بریم، بیایید کارمون رو درست انجام بدیم. به همه مهدی گواردیولا چه کفی هم میزنه، اما اون سرمربی عربستان این بریام، به خدا اون سرمربی عربستانه، اون پشت گواردیولا الان رفت پشتش، اون سرمربی عربستان نیست، جواب بده یکی، اون اینا. خیلی خوب، ما لباس اولمون رو میگیریم و ناپولی هم لباس اولش رو بگیر دیگه، اشکال نداره. حالا ببینم که لباس دیگه دارین آقای ناپولی یا که خیر. به به، چه لباس زیبایی داره ناپولی، لباس چهارم یا سوم ناپولی رو گرفتیم. بذار ببینم که ببینم رقیبشون چجوریه. اینسینیه مگه هنوز بازی میکنه؟ خیلی خوب، بازی شروع میشه در ورزشگاه آلیانز آرنا. اگر اشتباه گفتم، که اشتباه گفتم قطعا، نمیدونم تو ورزشگاه کدوم اسکول بود، چقدرم زیباست توی رخکن و سالونش. بله، ورزشگاه آلیانز، ورزشگاه آلیانز بازی کنم، حضور بده میکنم بودون چی عزیزه دلم. ببین قشنگ، من یادمه که یک سال تمام یکی بودش میخواستم ببرمش، یک سال تمام کار کردم آقا سر مساوی کردم باشه، بودم ندونستم ببرمش، ولی یوونتوس کامل تو اون یک سال با اون داشتم بازی، با یوونتوس داشتم بازی میکردم و الان میتونم چیکار کنم. برو بریم. بله، بازی شروع میشه، آقای لوکاتلی میرسونه به آقای دیماریا، دیماریا توپ رو نگه داشته، میرسونه به آقای کوادرادو، کوادرادو به خود دیماریا پاس میده، حالا آقای دیماریا میرسونه رو به جلو، حالا میرسونه به جناح چپ و کوادرادو توپش نمیرسه، تو برمیگرده به انسینیه، توپ رو برمیگردونه، خاک تو سرت بونوچی، بگیر وسط رو، 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 نگهدار. یو علی ماشاءالله شزنی. ترکیب ناجوره، ترکیب مهدی پیس قدیم رو میخوام بچینم، سبک مهدی پیس کلاسیک رو میخوام بازی کنم، جدی دارم میام. فقط نگاه کن مهدی تو این بازی چیکار میکنه، بر آقای بناداسکی رو میاره بیرون، داره گم میزنه تو این بازی، بگیرش، بگیرش، رفت، مرسی مرسی. اوه 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 ماشاءالله شزنی. نیمه اول بسیار بد تمام میشود. ترکیب کلاسیک شماره 2 مهدی، واقعا داریم بد کار میکنیم و من میرم سراغ ترکیب کلاسیک شماره 2 هم آقای دیماریا. دیماریا خیلی زیاد میزنه، زیاد زده، اصول وسط کاملا خالی است، به لوکاتلی پاس داده میشه و کین حرکت میکنه، بلاهوویچ به لوکاتلی و تیر دو، گل نمیشه. حالا
سمت راست. ای بابا گندت بزنم با اون پاس مسخره‌ات آخه. یکی باید بیا تو رو نجات بده با این بازی مسخره‌ات. بکشیلو ببینم. بیا 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 الان سوتو میزنه. چون نمیتونم بفروشم. واقعا به پولش نیاز دارم. اما نمیتونم بفروشمش. خاطر دادم به مذاکره. دیماریا رو میتونیم بدیم بریم بره ها. دیماریا رو میتونیم بدیم بره. وسط دارم چون. دیماریا رو بده بره. دیالو خیلی خوبه کارش. دیالو خیلی خوبه. اگه میتونیم بگیریمش درخواست انتقال بدن 82 اوورالش. 17 تا بهت میدم. اما از این ور ناکن حقوق سالیانه دارم زیاد میدم. خدا وکیلی دارم زیاد میدم. 2 ساله بیا. 2 ساله بزن بیاد. اینم که نیومد. بذار ادریس سوگانا بیاد ببینم که میاد یا نمیاد. اومد ادریس سوگانا جان. خیلی خب ادریس سوگانا اومده. 19 تا این برداریم. میتونیم یه بازیکن خیلی خوب بگیریم فکر کنم. بهترین گزینه واسمون همین تییاگو سیلوا است آقا. میدونم سنش زیاده. 36 سالش هم هست ولی فقط اینو میتونیم بگیریم. بزن 6 میلیون هم بگیر اشکال نداره. 2 ساله اصلا بگو 6 و 800 بگو 7 میلیون. فقط بیا. 2 ساله باید بیاد بیا فقط. شرایط تعیین شده است. بله شرایطو گفته که قبول میکنم. حقوق سالیانه گفته که 7 میلیون و نمیدونم چقدر. فقط گفته میام دیگه. اومد حالا. خب تایم تمومه ما باید بریم دیگه. خیلی خب آقای بونیچی اومد تو کنفرانس مطبوعاتی گفته که اولین بازی لیگ اروپا که میخوایم بازی کنیم. گفته نظرتون چیه؟ خب ببینم چی گفته آقای گواردیولا. میگه ما برنده خواهیم شد. این فقط یه مسابقه است. ما نمیتوانیم ببازیم. بگو ما نمیتونیم ببازیم. اینو بگو. هر سه بازیکن این باشگاه، هر سه باشگاه این گروه، باشگاه بزرگ یک چیز خوشون اصلا حقیقت رو بگم اینه که در شش بازی خود شکست نخوریم مهمتر از بردن اوناست و من میخوام به هر قیمت شده بازی ببرم. بازیکنان جدید بیار تو. به به 94 تمام کردم. رسالت خود رو تمام کردم. اوورال آوردم بالا قشنگ. ببینم که این بازی خودتون میتونی ببری یا نمیتونی ببری. برو بریم. 5 بر 1 میبره ماشاءالله. نزا بچو بودم بازی با روال سوپر استار بعد نگی مهدی روال سوپر استار نداشته بازی نا کنی تو رو خدا. روال سوپر استار. بازی داریم با روم ساعت 2 بعد از ظهر. ببینم که چه کار قراره که بکنیم. این بازی باید خودمون بازی کنیم همین لنگ لباسو میگیریم. ما باید حتما بریم به صدر جدول بخاطر اینکه وقتی ما داریم استارت میزنیم نجات یک تیم رو باید تیمو از وضعیتی که خودش در حالت واقعی داره بهتر کنیم. برو بریم ببینیم که چقدر چه خواهد شد در ورزشگاه روم. بازی داریم ببینیم که بله اونا بازی شروع میکنن ببینیم که این بازی چند میشه و ما باید حتما ببریم بخاطر اینکه وضعیتمون تو جدول بهتر بشه. الان ششمی واسه یوونتوس افتاره ششم باشه. برو تو پاش. برو تو پاش. خاک تو سرت. استغفر الله. نگاه کن تو رو داره چیکار میکنه. به این ور الکساندر رو توپو نگر داشته و بابا چیکار داری میکنی؟ نگاه کن اون داره لایی میخوره. یکی اون وسط داره چی غلط اضافی داره میکنه. بده بکین. آما شال حرکت. حالا خودش حرکت میکنه. الان میرسونم آقای ولاهوویچ. ولاهوویچ میرسه به توپو. باید بزنه بی صاحب بمونه این توپ که نزدیمش. بزن شوتو دیگه گلش کنه. سان میکنه الکساندرو میکشه تیر یک و باز هم گل گل بشه. نشوت باز ای خدا. بده به ولاهوویچ. حالا چیپ. تمام تمام میکنه ولاهوویچ. حالا میاد تو بغل مهدی گواردیولا و بله رسالت خود را ثابت کرد با تک گلی که ولاهوویچ زد و با بازیکنایی که تعویضی آورد داخل و بازیکن اصلی بودش تعویضی. تمام و برد یک بار هیچ و بله سوم میشه. حالا سوم میشه. ساعت 9 شب در ورزشگاه آلیانز استادیوم ورزشگاه خودمون بازی داریم با میلان. آقای مهدی گواردیولا چی گفته؟ ما باید چارچشی مراقب میلان باشیم. مهدی گواردیولا چند کلمه در مورد مسابقه آینده مقابل میلان بیان کرد. ما حق باختن این مسابقه رو نداریم. تیم میلان برای جنگیدن داریم مطمئنا. همین معلوم نیست اصلا چیز از این مسابقه آیدمون میشه. اگر چه ما عقب نمی نشینیم ما نشون خواهیم داد که چقدر قدرت داریم. به به فقط لباس تو عوض کنی خیلی خوب میشه. البته من خودم لباسمو عوض نکردم. بریم. بله دروازه‌بان 2000 دارن. دروازه‌بان خوبشون رو دادن رفته. دو تا 80 دارن و دروازه‌بانشون خوبه اما فورواردشون بد میتونه کار ما رو ناقص کنه. به اضافه اینکه آقای الان تییاگو سیلوا داره وضعیت ما رو خراب میکنه. خدا بیا بونوچ بیا تو. بیا بونوچ بیا تو. ما این بازی رو باید ببریم. بله بازیشون میشه بازیکنان یوونتوس و میلان وارد زمین بازی میشن در ورزشگاه آلیانز استادیوم میلان که همه تیم باید معمولا یوونتوسی باشه که نمیدونم کل استادیوم یوونتوسی هستن یا نیستن. به هر حال میرن سراغ بازی. خدا وکیلی وضعیت تو یوونتوس خیلی وخیمه. اون یوونتوسی که ما دیده بودیم این گونه نبودا. ولی خب اوکی. الکساندرو حرکت میکنه. خود کینه نفه سانترو میکشه زمینی و الان توی دروازه. گفتم با این ترکیب کار کردم. حرف منو گوش ندادی و حالا وقتشه گل بخوری و مسخره بشی توسط پول پوگبا. بله آقای پول پوگبا میخواد یه دونه دیپینگ شات محشر بزنه ببینه که آیا شانس خودش انتخاب انتهام نشد که بشه. بعد میگیره کفاست. مرسی یک بار هیچ. مهدی گواردیولا بازگشت مقتدرانه. میریم واسه نیمه دوم بازی.
نیمه دوم زلاتان آورد تو، وای که زلاتان اومد داخل و فاتحه تیممون رو باید بخونیم. وسط رو بده ماشاءالله کوادرادو، پاس میدن ولاهوویچ، ولاهوویچ خوده، ولاهوویچ چه شوتی زد، میرسونه به الکساندرو، الکساندرو به وسط تر، تو به عقب میاد و یک گردش توپ بسیار زیبا رو مشاهده کردیم. فدریکو کیزا یک حرکت، حالا پاس تو محوطه، توپ در میاد، برسون رو به جلو و تمام، برد محسی گواردیولا. ببینیم که این بازی رو میبریم یا میبازیم، احتمالا ببازیم. بله باختیم، باختیم و اومدیم چهارم، وضعیتمون بد و بدتر شد. یه فوروارد واسه من پیدا کرده، ببینم که این کیه. آه مشاهده چقدر من این خوشم میاد، 10 میلیون بهت مثلا بدن، 12 میلیون اینجورا. من این بر پول بهت بیشتر میدم، ولی از این بر یه ذره بهت کم میدم، 2 ساله هم میخوام بهت، اگه میای بیا. آقا ساعت 9 شب تو ورزشگاه اینتر با اینتر بازی داریم، یوونتوس اینتر. وضعیتمون هنوز خوب نیست، ما سوم جدولیم و باید یه کمی بهتر کار کنیم. بازیکنامون واقعا داغونن، یعنی اینطوری بهتون بگم واقعا داغونن بازیکنامون. خیلی خوب بازی شروع میشه، آقای لوکاکو همچنان توی اینتر هستن و سرقفلی اینتر دستشونه دیگه، اصلا از این تیم نمیخوام برم بیرون. در ورزشگاه اینتر مشاهده میکنید که هوا بارانی نیست. بازی شروع میشه، فدریکو چیزا از همین اول کار مهدی میکشه جلو. وای میسونم به چپ، حالا به وسط، به لوکاکو، بد زد لوکاکو، بگیر توپ و ماشاءالله، حالا سانتر روی تیر اول، گل نشد، وسط تو گل، حالا اونجا توپ گیری ما میتونه تبدیل به گل بشه یا نه، حالا توپ گل تبدیل نمیشه، خدا چرا نمیره تو گل. میبرم به جناح راست شاهان اوغلو. ماشاءالله یا علی، یا علی این بد سر میزنه، بگیر اینجا دوش بیتر سوخته ها. تمام، بسیار حساس هست بازی، بسیار حساس بازی، ای خدا بگم چیکارتون نکنم. اون سانتشو کرد، گلو خوردی تا تبه کشلو، هیچی با صد دستان نداریم. او ما هم که اصلا هد نداریم اصلا رو سر اینا بزنیم، یارو رفت. مرسی، تمام تمام، تییاگو سیلوا خودش گل میزنه، کاپیتان تیم و مهدی گلدیر خوشحال میشه. از اون سمت میرم واسه اتک زدن، آرتور ملو میزنه و گل نمیشه. به خدا باید تا الان ستا میخوردی، به خدا وکیل این کورنر باید گل بشه، لعنت بهت. آقا توی جدول همینطوری که مشاهده میکنید آتالانتا سومه، ما هم سومیم، با هم دیگه مشترکاً سومیم، اما ساعت 6 توی ورزشگاه خودمون با آتالانتا بازی داریم، ببینیم که چه اتفاقی میفته. برناردسکی گفته که ما از خود راضی نیستیم، امروز قطعا برنده میشیم، قطعا هم اینجوریه، واقعا درست گفتی. خب آتالانتا ببینم که از کدوم سمت داره حمله میکنه. آتالانتا از جناح این میخواد بکشه وسط و پدر ما رو در بیاره، پس ما هم میتونیم از جناح این پدرش رو در بیاریم. خیلی خب بازی شروع میشه، باید این بازی رو ببریم، مگر نه اگر آتالانتا ببره یا این بازی رو مساوی بکنیم بازم سومیم. میرسونم به خود کوادرادو، از همونجا کوادرادو سانتر رو میکشه واسه فدریکو کیزا، نمیشه، حالا به وسط‌تر پاس داده میشه خود کین، نه هیچ غلطی نکردی خدایی، یه شوت بزن گل بشه، ماشاءالله تمومه، ماشاءالله وکیل بالاخره پاش به گلزنی باز میشه توی دروازه، به مهدی گواردیولا خوشحاله. مهدی گواردیولا فکر این روزا رو کرده بود، فکر این روزا رو کرده بود که گفت آقا من با یه دونه دی ام اف میتونم تیمو قهرمان کنم و داره این کارو انجام میده. آقای کوادرادو حرکت میکنه به وسط‌تر، میرسونن فدریکو کیزا، اونور میبینه یار خودی رو، حالا کین میزنه گل نمیشه، بکش تو، حالا هدو میخوام، کج کله کج بزن تو گل، سانتر بسیار بد، ما شلو شزنی و تمام از تونیمی اول با برتری یک بر ریجمت گوردیولا، ما شالله بونوچ خراب کرد. یک سانت کوتاه میخوام ازت و توی دروازه، فدریکو کیزا بالاخره خودشو نشون میده، این فرمول مهدی گواردیولا. بازیکن ناگهان اوورالش 70 آوردمش بیاد شوت کن. آه بفرما کاری داره آخه. حالا ولاهوویچ پاس بسیار زیبا، دنیلو یک سانت بسیار زیباتر، بزن بزن شوتو، ماشاءالله تمام، اوورال 70 بهتون گل زد، اینو میخواستم فقط ثابت بکنم. همونجا حالا سانتر، حالا اون بعد گل بشه که نشد، حال کردی اینجوری من سام بکشی و تمام، برد مختلف رانه این مهدی گواردیولا. خیلی خوب، بفرمایید بفرمایید خونتون، خوش آمدید،
باید میباختید چون ما 9 تا شوت زدیم بهتون. خیلی خب ببینم که داستان از چه قراره. بله ما همچنان سوم جدول هستیم، اختلاف خیلی ناچیز داریم، اگر یه برد داشته باشیم میلان نبره ما حتی میتونیم صدر هم بریم. همینطوری که میبینید پس از بردن رسیدیم به صدر جدول و از لیگ اروپا هم از گروهمون به عنوان صدرنشین صعود کردیم. داریم میرسیم به نیم فصل، ویدیوی بعدی نیم فصل میرسیم و بازی رو ادامه میدیم ببینیم که میتونیم قهرمانشون بکنیم یا نه. همینطوری که داریم میبینید سه تا اول داریم اما ما اول تریم. امیدوارم که از این ویدیو لذت ببره باشیم و اینکه پارت دوم رو داشته باشیم حتما میدون لایک کنید و همه مکتاق بیدونه کردی فیلان تو ویدیوی بعدی. مرسی 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 گایدیولا گایدیولا دفاع چرا قدر باید مزید من چطه دفاع چرا اینجوریه؟ اوکی این بازی رو بعد با خودم با خود ای بابا نگرم داره میزنم فدرگو که داره قشنگ مال اس ببخش.